بسم الله الرحمن الرحیم. ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، دهه کرامت که پایانش با میلاد با سعادت مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهد بود. خب حضور فاطمه معصومه علیها السلام در سرزمین قم و بعد وفات اون حضرت در همون سرزمین مایه برکت بزرگی برای ایران اسلامی و به ویژه برای منطقه قم بود و همین حضور و همین مدفن باعث شد که از بیش از 100 سال پیش بزرگترین مرکز حوزه علمیه برای علوم اسلامی در قم تأسیس شد و امروز برای بیان علوم اسلامی و به ویژه فقه شیعه، کلام شیعه، تفسیر، حدیث، تاریخ و سایر علوم اسلامی یک مرکزیت مهم ما حوزه علمیه قم هست. به همین مناسبت روز ولادت با سعادت حضرت معصومه به نام دختران هم نامگذاری شده که خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الحمدلله یک فضای بسیار خوبی برای زنان جامعه ما برای حضور در مراکز علمی، مراکز تحقیقاتی، فعالیت، تولید آماده شده و من فکر میکنم یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و یکی از افتخارات دولت تدبیر امید باز کردن فضا برای همه زنان ما برای حضور در فعالیت‌های مختلف است و امروز ما از کلاس‌های دانشگاه تا بیمارستان‌ها تا کارخانجات تا ادارات همه جا می‌بینیم این حضور، حضور بسیار پررنگ و با شکوهی. هیچ کس نمی‌تونه در دنیا یک همچون اتهامی به ما بزنه که اسلام دین مرد سالاریه و حقوق زنان تضییع شده. خود قرآن مجید به تصریح راجع به حقوق زنان به خوبی بیان کرده که همون مقدار که مردان حق دارند از فرصت جامعه استفاده کنند، زنان هم حق دارند از فرصت جامعه استفاده بکنند. اصلا تعبیری که برای مرد و زن قرآن استفاده میکنه یک تعبیر یکسانی است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، عین تعبیرهای مساوی در جایی که مسئله جایگاه و مقام انسانی مطرح است به همین صراحت قرآن مجید مطرح کرده من عمل صالحا من ذکر او انثی، عین هم اون حیات طیبه رو به همه وعده داده و الحمدلله امروز در بخش های مختلف زنان ما حضور دارند در مدیریت. دیروز در جلسه ای که با استانداران داشتیم یک بخش صحبت هم این بود که چه مقدار از فرمانداران ما، از زنان ما مسئولیت رو به عهده دارن در وزارت کشور، البته در همه وزارتخونه ها این مسئولیت ها رو به عهده دارن و ما مطمئن هستیم که دختران نجیب جامعه ما و زنان ما در مسائل اخلاقی و اجتماعی هم خودشون همه مراقبت‌های لازم رو همیشه انجام دادن و انجام خواهند داد و نیازی نیست که کسی بخواد در این زمینه
دلسوزی بکنه، خود زنان ما دلسوزتر از دیگران در این گونه مسائل هستند و خواهند. البته این ایام، ایام شهادت شهید بزرگوار ما شهید بهشتی و یارانش و 72 تن در هفته آینده، هفته تیر، که خب روز بسیار غمباری اون روز برای ما بود، توطئه بسیار عظیمی بود، سرمایه بزرگی هم از ما گرفتند. واقعا شهید مطهری و شهید بهشتی دو سرمایه بزرگی بودند که جایگزین اونها در تاریخ کشور ما بسیار سخت و پیچیده است. و مرحوم شهید بهشتی علاوه بر علم و دانش و دانش روز، دانش حوزوی که یکی از مجتهدین مسلم حوزه علمی قم و یکی از اساتید بسیار بزرگ حوزه علمی قم، در دهه 30 بود ایشون، در سالهای 37 38 ایشون از مدرسین عالی مقام بود، در دهه 40 مقالات ایشون، سخنرانی های ایشون، در فعالیتی که در داخل کشور داشت، در خارج از کشور داشت، و مخصوصا بحث مدیریت ایشون، یکی از شخصیت های بنام، کم نظیر، حالا شاید بگیم بی نظیر در دهه‌های گذشته در مدیریت بود. هم مدیران رو پرورش میداد، هم خودش بهترین مدیر بود که من فکر میکنم مردم ما در اداره مجلس خبرگان قانون اساسی مدیریت شهید بهشتی رو به خوبی مشاهده کردند و دیدند، و همچنین در تأسیس قوه قضاییه اسلامی مدرن که به دست او تأسیس شد، تشکیل شد، امام حکمی که در سال 58 به ایشون دادند. و انصافا اگر اون خط شهید بهشتی همیشه زنده باشه و احیا بشه در شیوه رفتار ایشون در قوه قضاییه، که قوه قضاییه رو ایشون عمل کرد، تأسیس کرد، اجرا کرد با اون ذهن باز، شما می دیدید با مخالفین با چه سعه صدری بحث می کرد، تو تلویزیون بحث می کرد، مستقیم پخش می شد، زنده پخش می شد یا غیر زنده پخش می شد، می دیدن که در برابر گروه های مختلف، افراد مختلف، ایشون با چه متانتی، با چه صبری، با چه حوصله‌ای، واقعا ولا یزیغ صدرک، هم که قرآن به پیغمبر میگه اینا با گفتار نارواشون دل تو رو تنگ نکنن. گاهی وقتا بعضی از کلمات آدم رو دلتنگ میکنه، و شهید بهشتی کسی بود که در برابر ناروایی های بی حساب کتاب دیگه، در ظلمی که به ایشون شد، شاید در تاریخ به کمتر کسی ظلم شده باشه، و ایشون سید شهدای مظلوم تاریخ ایرانه، یعنی تو شهدای مظلوم سید مظلومین شهید بهشتیه، که چه ظلمی به او شد و چه صبری او کرد و چه تحملی کرد. و من این نکته رو یه بار گفتم که شهید بهشتی به من گفت که من رفتم خدمت امام که استعفا بدم و به ایشون بگم که دیگه مصلحت نیست، اجازه بدید من برم کنار. گفت قبل از اینکه اینو طرح کنم یه عده‌ای داشتن شعار میدادن که امام بره داخل حسینیه براشون سخنرانی بکنه. گفت امام به من رو کرد، گفت آقای بهشتی ببینید این مردم چی شعار میدن، اینا که دارن شعار میدن برای من، اگر تمام عالم علیه من شعار بدن و مرگ بر فلانی بگن، این آقای بهشتی برای من نقل کرد، برای من فرق نمیکنه در انجام وظیفم. خیلی مهمه این روحیه بلند و این عملکرد درخشان این مرد بزرگ، که انشاءالله امیدواریم همه قضات ما
قوه قضاییه ما همون مسیر و همون راه رو انشاءالله ادامه بده و در این شرایط سخت به شدت ما خواستار اینیم که قوای دیگر ما رو یاری کنن، ما رو کمک کنن، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه، و انشاءالله با کمک یک دیگر، با حضور سایر ارکان، نیروهای مسلح، با رهبری مقام معظم رهبری، انشاءالله به خوبی از این سختی ها و از این مشکلات عبور خواهیم کرد. در این ایام خب ما در جامعه ما با یک مشکلاتی مواجه بودیم. وظیفه ما به عنوان دولت و وظیفه همه مردم اینه که در کنار هم مشکل رو حل کنیم. این مشکلات بخش بزرگش مربوط به فرد خاص یا قوه خاص نمیشه. این مشکلاتی که امروز ما داریم به صورت پیچیده مشاهده میکنیم عمدتاً یا مربوط میشه به شرایط ویروس کرونا در این چند ماه که از ماه اسفند و این سه ماه، این چهار ماه ما گرفتارش بودیم، ممکنه ماه‌ها هم باز گرفتارش باشیم، و مربوط میشه به تحریم ظالمانه آمریکا از ابتدای سال 97، حالا از اواخر 96 در واقع، ولی حالا که رسمی بود از سال 97، و ما سه سال در برابر این تحریم شدید داریم مقاومت میکنیم. خب یک کشوری که با این دو مشکل بزرگ و طاقت فرسا روبرو هست مشکلاتی هم خواهد داشت. این مشکلات رو ما هم باید همه به خوبی تحلیل کنیم که این مشکلات از کجاست، و هم راه حلش رو به کمک هم حل و فصل کنیم. به هر حال ما اگر دولت جدید بودیم خیلی حرفا میشد زد، اما ما همون دولتی هستیم که در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهانی رو داشتیم. در جهان رشد اقتصادی ما اول بود. ما همون دولتی هستیم که در سال 95، در سال 94، در سال 96 تورم ما تک رقمی بود. ما همون دولتی هستیم که تراز صادرات و واردات ما در چند سال مثبت بود و صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات ما بود. خب این فشار که بر ما وارد شده، این فشار فشار عادی نیست. فشاری بود که دولت رو بشکنن، ملت رو به زانو در بیارن. خب کار بزرگ رو ملت ما کرده، همه جا ایستادگی کرده، مقاومت کرده. کار بزرگ رو رهبری ما کرده، همه جا هدایت کرده. دولت به سهم خودش، من خدمت مردم شریف ایران عرض میکنم که من روز استراحتی در این شش ماهه اخیر در میان مسئولین عالی رتبه اجرایی کشور ندیدم. همه دارن شبانه روز تلاش میکنن و فعالیت میکنن، تعطیلی نمیشناسن، جمعه نمیشناسن، شنبه، همه روز براشون روز کاره، ساعت کاره. و من خدمت مردم شریف عرض میکنم ما تا دقیقه آخر، تا ثانیه آخر با همون روحیه ساعت اول کارمون همه دولت پای کار خواهیم بود، تلاش خواهیم کرد، فداکاری خواهیم کرد، و این افتخار ماست. افتخار ماست برای این ملت بزرگ کار کنیم، افتخار ماست برای این ملت بزرگ نوکری کنیم، افتخار ماست که طرحی رو به ثمر برسانیم، گرهی رو باز کنیم. اما من میدونم که مردم با مشکلاتی در این ایام روبرو هستن. قیمت کالا در نوسان هست، مردم رو آزرده میکنه، مردم ما رو در فشار قرار میده. یه روز لوازم خانگی، یه روز میبینید خودرو، یه روز میبینید قیمت ارز، هر روز میبینیم یک مسئله مردم ما رو آزار میده. ما از این مشکلات، گرچه مشکلات سختی هست، ولی قدرت عبور داریم، ما میتونیم عبور کنیم. اولا میخوان به مردم ما قول بدم و بگم شرایطی که ما در اسفند داشتیم و در فروردین داشتیم که شرایط بسیار سختی بود،
صادرات ما قطع شده بود، واردات ما دچار مشکل شده بود، مرزهای ما بسته شده بود، همه در نگرانی این ویروس بودند. این شرایط در اردیبهشت و مخصوصاً در خرداد شرایط ما خیلی بهتر شده. یعنی امروز الان شرایطی که ما برای صادرات، واردات، درآمد ارزی داریم با دو ماه پیش مقصودم اسفند و فروردینه، این دو ماه با اون دو ماه قابل مقایسه نیست. و فشاری که مردم امروز میبینن عمدتاً مربوط به اون دو ماه اوله و این گشایش هایی که به تدریج داره ایجاد میشه، خب اون مشکل سریع نتونسته حل بکنه، اون مشکل آثارش پدیدار شده در جامعه. حالا با این گشایش هایی که ایجاد شده ما اون مشکل رو باید حل بکنیم. ما خوشبختانه هم صادرات ما در ماه خرداد، هم نفتی ما هم غیر نفتی ما، در همه آمار خرداد وقتی من نگاه میکنم با اردیبهشت خیلی متفاوت. خود اردیبهشت هم با فروردین و اسفند متفاوت بوده. بنابراین اولین نکته اینه که شرایط ما به تدریج به سمت یک شرایط بهتر داره پیش میره و ما میتونیم این مسائل رو مهار کنیم. من مطمئن هستم بانک مرکزی ما قادر هست مشکل ارز رو مهار بکنه، کنترل بکنه. این بحث ها یه مقدار واقعیت اون آثار دو سه ماه پیشه، یه مقدارم تبلیغات روانی دشمن هست، دست به دست هم داده. و البته باید صادر کنندگان ما دو تا کار عمده انجام بدن. یکی اینکه صادرات رو ببرن بالا و دولت آماده کمک و دولت موانع رو بر می داره و من شاهدم که در این زمینه دولت داره یاری میکنه صادر کننده ها رو. بخش سیاسی ما، بخش اقتصادی ما شبانه روز دارن کار میکنن که این گشایش بیشتر بشه، ما بتونیم کالای بیشتری صادر بکنیم. و کالای بیشتری صادر کردیم در همین اردیبهشت، خرداد، کاملا متفاوته با شرایط فروردین و اسفند سال گذشته. و در این حال صادر کنندگان ما باید بدونن ارز مال دولته. اونایی که این ارز رو، این صادرات رو به دست آوردن و فرستادن خارج، با مهندسین و کارگران این کار رو کردن که مدارس و دانشگاه های ما اونها رو پرورش دادند، با انرژی انجام دادن که انرژی یارانه‌ای در اختیار اونها بوده، با وسایل حمل و نقلی حمل کردن که با یارانه بوده، کارگرانشون با یارانه دولت کمک شدن، یک بخش بزرگ بار به دوش دولت بوده و فتوای صریح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که ارز مال دولته و قیمت ارزم در اختیار دولته. بنابراین ما مالک ارز هستیم. کسی که صادر کرده، اگر مقررات کشور اینه که اینی که صادر کرده باید ارز رو برگردانه، موظف طبق مقررات کشور ارز رو برگردانه. خب البته اگر کسی بخواد تخلف بکنه، ارز رو بر نگردونه، بخواد سوء استفاده بکنه، هم بانک مرکزی ما وارد عمل میشه، اسامی اونها رو اعلام میکنه، هم قوه قضایی ما وارد عمل خواهد شد. ما نمیگذاریم که تو این شرایطی که مردم در فشار هستن یه عده خاصی بخوان سوء استفاده کنن از مسئله صادرات غیر نفتی، که البته کار بزرگی دارن انجام میدن. یعنی اینایی که صادرات غیر نفتی رو برای ما انجام میدن تو خط جهادن، دارن مجاهده میکنن، اما این مجاهدهشون ممکنه با بعضی از اعمالی که در کنارش خدای ناکرده انجام میگیره این اجر ضایع بشه. ما میخواییم این اجر ضایع نشه و سر موقع این ارز برگرده.
خب اگر این ارزایی که داره صادر میشه برگرده، ما مشکل ارزی نداریم. یعنی ما امسال تا پایان سال انشاءالله بیش از 40 میلیارد دلار، 41 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم داشت و واردات ما رو تامین میکنه. البته غیر از صادرات غیر نفتی درآمدهای دیگر هم داریم، اونا هم در کنار خودش هست و ما این کار رو انجام میدیم. رو کالای اساسی ما مشکل نداریم، تامین میکنیم اونچی که نیاز هست برای کالای اساسی و مردم باید بدونن که دولت مصمم هست که در این زمینه کنترل های لازم رو انجام بده. نگرانی دیگری که مردم در این روزها پیدا کردند برای قیمت مسکن و همچنین اجاره بهای مسکن بوده. خب این ما دولت در این زمینه نمیتونه بی تفاوت باشه، باید اقداماتی رو انجام بده. جلساتی در این زمینه تشکیل شده و انشالله این اونچه که به عنوان پیشنهاد هست تکمیل خواهد شد در همین روزها و اگر ما تا اوائل هفته بتونیم نهایی بکنیم تو جلسه کرونای هفته آینده تصویب خواهیم کرد، اگه باقی بمونه هفته بعد، ولی به هر حال این رو ما تصویب میکنیم. به مردم کمک خواهد شد در زمینه اجاره باها و در زمینه مسکن. راحل اساسی این هست که همه برای تولید مسکن مشارکت بکنیم. تمام وزارتخونه ها، تمام دستگاه ها، تمام شرکت ها، نیروهای مسلح، هر که زمین در اختیار داره این زمین رو باید در اختیار وزارت مسکن ما قرار بده. اگر نیاز آنی و فوری نداره، اگر نیاز آینده داره، ما نیازش بعدم براش تعمیم میکنیم. البته من خوشحالم در طول این دو سال که سیل بود، زلزله بود، مسکن مردم صدمه دید، 200,000 واحد مسکونی شهری و روستایی ما تخریب دید یا آسیب فراوان دید و الحمدلله 200,000 واحد مسکونی امروز میتونیم اعلام کنیم که بازسازی شده. خب کار بزرگی انجام گرفته. 1,300,000 واحد نیمه کاری که افتاده بود و هیچ امکانات هم نداشت، وزارت مسکن ما همه اونها رو تکمیل کرده، آب، برق، گاز، جاده، همه چیز رو در اختیار مسکنهایی قرار داده که خب ناقص بود و قابل استفاده نبود. و در همین روزها وزارت مسکن ما قراردادی رو منعقد کرد برای احداث 20,000 واحد مسکونی در تهران. البته تو همه شهرستانها هم داره تلاش میشه. این کار باید سرعت پیدا بکنه، ساخت مسکن، مردم شاهد باشن که ما زمین رو مجانی یا با قیمت کم در اختیار کسانی قرار میدیم که بخوان مسکن رو بسازن و ارزون قیمت در اختیار مردم قرار بدن. البته بانک ها در این زمینه مسئولیت سنگینی دارن، اونا هم باید وارد عمل بشن برای اینکه ما بتونیم از مسئله مشکل مسکن هم عبور کنیم انشاءالله. دولت امکانات فراوانی داره، این من باید خدمت مردم بگم، این امکانات اگر در اختیار قرار بگیره شرایط کشور عوض میشه. حالا مردم هم امکانات زیادی دارن، شرکت ها هم امکانات زیادی دارن، بخشای خصوصی هم، اونا هم همه باید بیان به میدون. دولت اولا زمین فراوانی در اختیار داره به عنوان یک سرمایه بزرگ. این دولت که من میگم مقصودم دستگاه اجرایی، مقصودم نیروهای مسلح، مقصودم شرکت ها، همه اینا زمین های فراوان اضافه ای دارن و میتونن این زمین اضافه رو در اختیار قرار بدن برای مسکن ارزان قیمت و بشکنن قیمت مسکنی که امروز به ناروا داره بر مردم فشار وارد میکنه. این یک امکان دولت. امکان دیگر دولت سهام بنگاه‌های اقتصادی دولته. این دولت هم به معنی عام کلمه، یعنی سهام بانک ها، سهام شرکت های دولتی، سهام شرکت هایی که به نحوی متعلق به نیروهای مسلح، همه بیان تو این زمینه و سهامشون رو عرضه بکنن. بورس رو ما باید محکم و مستحکم نگه داریم. وزارت اقتصاد ما بزرگترین مسئولیتش امروز
در کنار سایر مسئولیت‌های مهمی که داره، مسئله بورس، تقویت بورس، حفاظت بورس، نگهداری بورس، و باید سهام عرضه بشه. سهام جدید باید همه دستگاه‌ها عرضه بکنن در بورس، و امروز شرایط خوبی هست که هم مردم بتونن استفاده بکنن و هم دولت از بنگاهداری فاصله بگیریم. سرمایه سومی که دولت داره طرح‌های نیمه تمامه. ما طرح‌های نیمه تمام فراوانی در سراسر کشور داریم که این طرح‌های نیمه تمام نه این دولت میتونه تمام کنه نه دولت بعدی. اینا رو بیاییم واگذار کنیم به مردم. ما هم امکانات لازم رو از لحاظ مقرراتی در اختیار گذاشیم. بازم اگه چیزی لازم است ما حاضریم این کار رو بکنیم. سازمان برنامه بودجه و همه دستگاه ها و استاندارها و وزارت کشور کمک کنن تا این طرح‌های نیمه تمام رو در اختیار مردم قرار بدیم با قیمت مناسب یا حتی قیمت ارزان یا بلاعوض، کسی که بتونه در یک زمان مشخصی به ما قول بده و تکمیل بکنه. این هم باعث اشتغال میشه، هم باعث رونق خواهد شد. سرمایه دیگری که ما داریم معادنه. 1020 معدن ما امروز میتونه احیا بشه و احیای این معادن میتونه مردم رو مشغول به کار بکنه. یک سرمایه عظیم و بزرگی است در اختیار ماست. حالا به شکلهای مختلف به هر حال امروز فعال نیست، مواد شده به یک معنایی، اصلا احیا نشده، باید معادن رو احیا کنیم. یکی از رسالت ها و وظایف مهم وزارت صنعت معدن و تجارت ما هست. صادرات رو باید تسهیل بکنیم و مدیریت کارآمد. ما با دولت گاهی با چرخوندن قلم میتونه مشکل رو حل بکنه. گاهی یه ماده، یک تبصره، یه ابلاغیه، یه مصوبه میتونه یک گره رو باز کنه، یه مشکل باز کنه. امروز دولت الکترونیک میتونه گره‌گشای بسیاری از تطویل کارهایی باشه که مورد نیاز مردمه، خدماتی باشه که مورد نیاز مردمه. مردم یه مجوز میخوان، چقدر طول میکشه، چقدر طولانی میشه. ما در همین جلسه اخیر دولت الکترونیک در هفته گذشته به این نتیجه رسیدیم که برخی از کارهایی که مجوزش گاهی 50 روز 60 روز طول میکشه میشه در عرض یه هفته این کار رو انجام داد. ما در هفته گذشته دیدیم بعضی از موارد، حالا به عنوان نمونه میگم، همه این دستگاه ها دارن مثلا یه استعلامی میخواد از برای یه شغلی، برای یک فعالیت صنفی میخواد انجام بگیره، باید نیروی انتظامی استعلامی رو جواب بده. خب یه استعلام گاهی 2 ماه طول میکشه. خب ما همه اینا رو، ما در اون جلسه نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی هم بود، باش صحبت کردیم، بعدش با وزارت اقتصاد اینا نشستن با هم هماهنگ کردن. ما دیدیم به جای 56 روز کار رو میشه در 4 روز انجام داد. خیلی مهمه، کسی که یه شغلی میخواد انتخاب بکنه، یه فعالیت رو میخواد آغاز بکنه، به جای 2 ماه 4 روز 5 روز این کارش انجام بگیره. با دولت الکترونیک این کار امکان پذیره، کما اینکه در ثبت شرکت ها دیدیم زمان کوتاه شد، در بقیه امور هم ما میتونیم کوتاه بکنیم. یک شرکتی میخواد وارد بورس بشه، ماها طول میکشید تا بورس بیاد رسیدگی بکنه، بهش اعلام بکنه آقا تو میتونی وارد بورس بشی یا نشی. این اواخر 1 ماه زمان میبرد، الان ما میتونیم این زمان رو کوتاه کنیم، به چند روز برسونیم. دولت الکترونیک میتونه تسهیل بکنه خدمات رو، میتونه اقتصاد رو به حرکت در بیاره. یعنی کسی که مجوز فعالیت بخواد، ما الان مثلا مردم برای الان علت اینکه تو بخش ساختمان مردم دچار مشکلن، دلایل چیه؟ یا زمین گرونه، دولت میتونه اینو حل بکنه، زمین ارزون در اختیار، یا مصالح گرونه، میشه نظارت کرد، یه مقداری کاهش دادیم، میشه حتی به اقساط این مصالح رو در اختیار اونها گذاشت. مجوز میخوان، خب یه مجوز، یه نفر یه خونه مسکونی میخواد بسازه برای خودش، 3 ماه معطل میشه تا مجوز از شهرداری بگیره،
100 بار باید از این پله ها بره بالا، از این پله ها بیاد پایین، آسانسورشم که همیشه خرابه. چرا؟ برای چی؟ تمام مجوز یک ساختمان رو از طریق دولت الکترونیکی میشه در یک هفته گرفت، طرف مشغول کار بشه، مشغول ساخت ساز بشه. چرا این همه مردم رو میدونیم از تو راپله ها؟ دولت الکترونیکی از کارهایی است که دولت باید دنبال بکنه و این رو ما داریم به شدت دنبال میکنیم که انشاءالله این مشکلات حل و فصل شه. من خواستم خدمت مردم بگم که دولت دست رو دست نگذاشته و فعالیت میکنه و شما هم ما رو یاری بکنید، این کار خواهد شد. تو همین امسال شما شاهد خواهید بود تا پایان سال علارغم همه گرفتاری ها چقدر تر و پروژه های مهم تا پایان سال افتتاح خواهد شد. شما انشاءالله هر هفته مردم ما انشاءالله شاهد خواهند بود که پروژه های مهمی افتتاح خواهد شد. تا همین مدت این چند ماه با همه سختی ها ما 3 تا صد رو افتتاح کردیم، 4 تا نیروگاه رو افتتاح کردیم، 4 تا تصفیه خانه فاضلاب رو افتتاح کردیم، به زودی افتتاح پتروشیمی ها آغاز میشه و شما شاهد خواهید بود. راه، جاده، ریل، همه اینهایی که میبینید روزانه داره حرکت میکنه به جلو. ما انشاءالله این اقدامات رو در سال جاری انجام خواهیم. چند تا خبر خوش هم میخوام در پایان صحبتم خدمت مردم عزیز بگم. اولا وزیر بهداشت درمان امروز صبح یک گزارشی به من داد که در استانهایی که وضعیت قرمز بود و شرایط سختی داشتن، مثل خوزستان، مثل بوشهر، مثل هرمزگان، استانهایی که آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، به حمدالله فعالیت پزشکان ما و تلاش همه عزیزان مدافعین سلامت داره مؤثر واقع میشه و در این گزارش به من گفتن ما از هفته آینده شاهد افت این شدت در این استانها هستیم. البته حالا ممکنه این استان جدید دیگری با مشکل مواجه بشه، اما به حمدالله تلاش امروز تلاش بسیار خوبی هست داره انجام میگیره و مردم ما هم باید ما رو یاری بکنن. همین دستورالعمل‌های بهداشتی رو اگر مردم اجرا بکنن، بهترین کمک و یاری برای مردم ما هست، برای اینکه ما بتونیم به تدریج فاصله بگیریم از فشاری که این بیماری بر مردم ما وارد میکنه. مسئله دوم ضریب جینی هست. ضریب جینی نشان عدالت هست. ضریب جینی نشون میده که در شرایط کشور طبقات مختلف چگونه دارن بهره برداری میکنن از امکانات. خب تو ضریب جینی، ما ضریب جینی ما سال 97 39 بوده، این هرچه بیاد پایین به معنی عدالت بیشتر، هرچه بره بالا به معنی فاصله است. ضریب جینی ما 39 بوده در سال 97. در سال 98 مرکز آمار ما و ضریب جینی شده 38. البته من خوردهش نمیگم، سال 97 39 و 40 بوده، الان 38 و 28 هست. یعنی از 39 آمدیم به 38. این خیلی مهمه در ضریب جینی، برای اینکه در روستایی هم باز یه مقدار پایین‌تر بوده، 35 بوده، باز هم بهبود پیدا کرده. در زمینه سهم هزینه‌های ثروتمندترین افراد به فقیرترین افراد، که این هم خیلی مهمه چند برابر باشه، در سال 97 بیش از 12 برابر بوده و الان بیش از 11 برابره. یعنی از 12 برابر به 11 برابر رسیده. در روستاها هم باز کاهش پیدا کرده. پس از لحاظ عدالت هم ما می‌بینیم مسیر از سال 97 که سال سخته، سال تحریمه، 98 که سال تحریمه، علارغم مشکلات عدالت یک قدم بهبود پیدا کرده و بهتر شده. این مسئله مهمی برای ما هست. و نکته آخر من هشدار به کشورهای اروپایی و آژانس هست. ما خب رفتار ما با آژانس یک رفتار دوستانه و قانونی بوده.
همیشه با آژانس همکاری کردیم. آژانس به طور روزمره همیشه بازرسینش اینجا حضور داشتن، جایی که خواستن بازرسی کردن، گزارش تهیه کردن. در 16-17 گزارش هم در این مدت راجع به برجام و غیر برجام همیشه گفتن که ایران همکاری کامل با ما کرد. حالا این اواخر متاسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی این دوتا فشار آوردن به آژانس و من میترسم که آژانس رو این شیادان آلوده بکنن و آژانسی که باید همواره قضاوتش یک قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، اینه وادار کردن که بره دنبال نبش قبر. آژانس کارش اینه که به دنیا اطلاع بده مواد هسته‌ای کاملا تحت کنترله و چجوری مصرف میشه. همین این کارش اینه، کار دیگه نداره آژانس. آژانس میخواد به دنیا بگه فعالیت صلح‌آمیزه. فعالیت صلح‌آمیز اینه که مواد در اختیار منه، محاسبه مواد در اختیار منه، فعالیتم من نظارت میکنه. همین کار دیگری نداره آژانس. حالا رژیم صهیونیستی و آمریکا آمدن فشار میارن با آژانس که بره یک موضوعی که مربوط نمیدونم 20 سال پیشه، 18 سال پیشه، یه جزئی برو اینه نظارت کن، اونو پیدا کن. دارن گول میزنن آژانس رو، از مسیر خودش منحرف میکنن. ما البته هر وقت بخوایم پاسخ قاطع بدیم آسونه برای ما پاسخ دادن، اما مبنای ما همیشه همکاری بوده با آژانس. امروز هم این مبنا رو ما حفظ میکنیم، همکاری با آژانس رو. اما خود آژانس هم باید توجه بکنه از مسیر قانونی خودش منحرف نشه. از اون طرف اروپایی‌ها که خب به هر حال شرمنده ما هستن، اروپایی‌ها از سال 97 تا حالا که خیلی شرمنده ما هستن، یعنی به وظایف قانونی خودشون، به تعهدات خودشون قبل از خروج آمریکا، حتی بعد از خروج آمریکا تعهداتی که دادن عمل نکردن. تلفنی حضوری از ما عذرخواهی میکنن، به ما میگن ما نتونستیم به وظایف اون عمل کنیم. حالا توی یک شرایط خاصی که رژیم صهیونیستی و آمریکا درست میشه، اینا هم میان وارد میشن، بی خودی خودشون رو آلوده میکنن. ما همچون توقعی از سه کشور اروپایی نداریم، از سایر کشورها نداریم. البته در این قصه کشور روسیه، کشور چین، برخی از کشورهای دیگر خیلی خوب عمل کردن، قاطعانه عمل کردن، حقوقی عمل کردن، زیر بار فشار آمریکا نرفتن. توقع ما اینه که اونها هم زیر بار فشار آمریکا نرن و آژانس بتونه استقلال خودش رو حفظ کنه. این آقای جدیدی که به آژانس آمده باید بدونه که آبروی آژانس برای نظام بین الملل بسیار اهمیت داره. آبروی آژانس باید حفظ شه. ما هم حاضریم به اونها کمک کنیم و من در اینجا میگم ایران همچنان آماده است که نظارت‌های قانونی آژانس رو بپذیره، همچنان ایران آماده است با آژانس همکاری تنگاتنگ داشته باشه، البته در چارچوب قانون، در چارچوب مقررات. و نکته آخر من اینه که اخیراً کاخ سفید مرتب اعلام میکنه که من آمادم برای مذاکره، بنشینیم حل کنیم مسائلمون رو با ایران، ما آمادیم مسائلمون رو حل فصل کنیم. ایران چرا معطل انتخابات؟ نه قبل انتخابات، بعد. ما معطل هیچی نیستیم، ما همیشه آماده ایم. هر لحظه ای که آمریکا اعلام بکنه به قانون برگشته، اعلام کنه به مقررات سازمان ملل برگشته، بگه من برگشتم به تعهدات خودم در برجام و بگه کنگره آمریکا و کاخ سفید با هم مصمم شدن از مسیر اشتباه خودشون برگردن و برگردن به 5+1، ما همون لحظه آماده ایم. اصلا ما چیزی نیست که بگیم بعدن تصمیم میگیریم، تصمیم ما آشکاره و واضحه. بیان تسلیم قانون بشن،
عذرخواهی کنن صدمه ای که به ملت ایران زدن، این صدمه رو جبران بکنن، غرامت پرداخت کنن، بیان در چارچوب قانون. کسی مشکل نداره اصلا، ما که مشکل نداریم، مشکل رو اونا ایجاد کردن، اونا میز مذاکره رو شکوندن و از بین بردن، اونا آمدن به ملت ایران ظلم کردن و جنایت کردن. خب این ساده است، عذرخواهی از ملت ایران، جبران خسارت ها، بازگشت به مقررات، بازگشت به چارچوب 5+1 میتونه باز هم راه حل باشه. ولی ما میدونیم این تعارفات بی اساس حرافی هست به دلیل انتخابات و گرفتاری که پیدا کردن. اگر واقعی هستن، اگر دروغ نمیگن، اگر دنبال مشکلات خودشون نیستن، راه آسونه به جای این همه حرف ها عذرخواهی کنن، برگردن به قانون و مقررات. خواهند دید که ما ملت ایران و دولت ایران همواره در چارچوب عدالت، انصاف، قانون و مقررات بین المللی حرکت کرده و باز هم این چنین خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.